یک منبع از سازمان ملل متحد به تولونیوس تایید می کند که کار کارمندان این سازمان از خانه برای زمان نامشخص تمدید شده است. در همین حال در اعلامیه سازمان ملل متحد بر ادامه عملیات بشردوستانه به مردم افغانستان و مخالفت بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد تاکید شده است. از سوی هم معاون سخنگوی سازمان ملل متحد از کمک کنندگان خواسته است که به پشتبانی مالی به شهروندان افغانستان ادامه دهند. حیات معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما بر تعهد خود برای ماندن در افغانستان و انتقال کمک ها به مردان، زنان و کودکان افغانستان تاکید می کند و از کمک کنندگان می خواهد که کمک های مالی را که مردم نیاز دارند ادامه دهند. ده برای دستیابی و انتقال کمک ها به مردم افغانستان، سازمان ملل متحد به همه کارمندان خود به شمول زنان و مردان نیاز دارد که بدون ممانعت در جوامع و دفاتر سازمان ملل کار کنند. از هم معاون سخنگوی سازمان ملل متحد از کمک کنندگان خواسته است که به پشتیبانی مالی به شهروندان افغانستان ادامه دهند. ما در حال کار برای تصمیم درباره شیوه های کاری مناسب در افغانستان هستیم. با این حال برنامه جهانی غذا می گوید که به کمک رسانی به مردم افغانستان در هر شرایط ادامه خواهد داد. در حال حاضر ما قصد نداریم که پشتیبانی و انتقال و کمک های بشر های خود را به افغانستان متوقف کنیم. در آن نقاطی از افغانستان که امکان داشته باشد کمک های خود را ارائه خواهیم کرد. زیرا افغانستان شدیدن به این کمک ها نیاز دارد. در مورد ادامه کاری آنها، ادامه فعالیت آنها کدام محدودیتی وجود ندارد. این در حال است که کارشناسان سازمان ملل متحد در یک بیانیه جداگانه که برای هشت روز به افغانستان سفر کرده بودند چشم دیدشان از اوضاع حقوق بشر و پیامدهای منفی برخواسته از تصمیمهای طالبان در بخشهای گوناگون به مردم افغانستان به ویژه بر زنان و دختران را نگران کننده خواندهاند